امروز به من خیلی خوش گذشت. این آقای راننده خیلی آدم خوبیه، بنده خدا منو برد چند جا گردوند و الان از ساعت تقریبا 10:30 صبح تا الان که نزدیک 5 بعد از ظهر برد چرخون این ور اون ور، حالا داره میبره فرودگاه. خیلی خوب به خاطری که ماشین راحته و کولر روشنه، بیرون هوا خیلی شرجی و گرمه، اتوبوس ها خیلی در بود آقون و پرترافیکی بود، این بهترین حالت بود که برای من کار کرد. بنده خدا 1200 واحد اینجا میخواد پول بگیره که تقسیم برای 32 بکنید، یه چیزی حدود 30 فکر کنم که 4-5 دلار بیشتر نشه. که ما یه اوبر میخواد که من رسوم ما رو ببره تا فری کورنر همون 30 دلار فکر کنم باید اجاره کرایه بده. خیلی عالی بود. بعد برد یه جا مارکاش، مارکاش خیلی عالی ها، خیلی عالی، یعنی بی نظیر ها، و اونجا مجموعه تمیز و مرتب بود، خیلی تمیز و همچین مارکاشی من اصلا به عمرم تا حالا ندیده بودم. نمیدونم اونم تقریبا 1.5 ساعت با روغن ماساژ داد، البته فقط ماساژ بود، چیز دیگه نبود، ولی طرف خیلی حرفه‌ای بود. و اون شد 1000 واحد اینجا که من 160 هم انعامال به گوگار 200 با تقسیم بکنید باگم همون 34-5 دلار میشه، ولی 1.5 ساعت یه چیزی میگم یه چیزی میشنوید. من تو آمریکا هم مارکاژ رفته بودم، یک دو بار به روجام رابط کشیده بود و ولی اصلا این کجا اون کجا اصلا قابل مقایسه نبود. خیلی خوب بود. دوشم هم همونجا گرفتم، برای اینکه خب من از بحرین که دیروز هتل رو تحویل دادم تا امروز همون که نتون همش دو راه بود و در مجموع بانک یه روز بود، ولی خیلی خاطره خوبی شد. اقامت من در بانکوک با کرایه فرودگاه تا وسط شهر و کراشم کم نیست و یه 5-6 ساعت هم ایشون بند خدا من گردونده برده این برونبر و یه ماساژ رو عرض کنم که حالا یه قضا و اینها همش با هم دیگه یه چی حدود مثلا 200 دلار میشه و که خیلی خوب بود. به نظر من یه تور کامل از این شهری گرفتم که ایشون میگه حدود 15 میلیون جمعیتشه و شهر بزرگیه، بسیار متراکمه، همه جا رو برداشتن پر کردن بخاطر اینکه ترافیک رو تقسیم کردن. و با این حال مثلا اینجا که میخواد بره تا فرودگاه یه چیزی بوده 1.5 ساعت تا 2 ساعت شما باید تو ماشین بشینی تا برسه به فرودگاه. برصورت اینم اگه اطلاعات بنده خوب بوده. حالا ما هیچی هم نخوردیم فعلا، از تو همون قضایی بوده که تو هواپیما ساعت فکر کنم 4-5 صبح بود دادن که تا الان 12-13 ساعت گذشته. فقط دوتا قهوه خوردم و یه چند تا این بطری ها آب و این بابت هم خوشحالم به خاطر اینکه اینجا بوی غذا که درست میکنن یه مقداری متفاوته دیگه. باید برحال بله اینه که آدم میترسه که این اصلا به طبعش سازگار هست یا نه. حالا با خیال را دارم میرم فرودگاه، وقتم دارم تا ساعت 12 شب، اونجا وای فای هم هست و همونجا یه فرسودی چیزی پیدا میکنم
میخورم، حالا با اینکه میدونم جانک فوده و سیگار، ولی حداقل خیال راحتی که مریف بریف نمیشه و دیگه همین. خب خیلی خوبه که حالا من نگران بودم که این گرما آدم عرقسیز نشه، نمیدونم گرما فده نشه. خوشبختانه این آقا پیدا شد و کمتر از 40 دلار کل شهر رو ما رو گرمون دمش کرد. خیلی هم فعلا هم تا گوگارش بعدی اگه تو فرودگاه موردی باشه باز میگیرم تا بریم ببینیم ژاپن چه خبره. قربان شما. خب اینم حرف نماد پادشاهی تو فرودگاه بانکوک. خیلی خیلی شلوغ و بزرگه و تعداد مسافر خیلی خیلی زیاده و بله اگه فرودگاه بحرین اینقدر ترتمیز بود و چی بود، خب اینقدر آدم هم توش نبود، اینم باید آدم محقق باشه دیگه. بله ببینی چندین یک داره که هر کدومش ده ها کانتره و یک عمق خیلی زیاد. هر کانتر مربوط به 6-7 تا حداقل شرکت هوایی میشه. من فکر میکنم بیش از 100 تا شرکت هواپیمایی اینجا الان کانتر داره. خب الان ساعت من 9:05 دقیقه است که تشریفات چکین انجام شد و بازرسی و نمیدونم پاسپورت و عرضونم که دیگه گرفتن بوردینگ پاس و چون ژاپن چیک نمیخواد، ویزا نمیخواد، برای فقط 30 روز میتونی، باید بلیت برگشت از ژاپن رو بهشون نشون میدادیم برای کره رو. منتها وایفای اینجا یک ساعت بیشتر نبود و این باعث شد که وایفای ما هم قطع بشه جلوی طرف و این دیتای من روی دراپ باکس بود و نگاش من اون بلیت سفر خوب از ژاپن رو نشون بدم. یه نیم ساعتی معطل شدم که بتونم به یه وایفای دیگه یه جوری وقت بشم، با یه رمز دیگه، با یه اسم دیگه، با یه ایمیل دیگه که یک ساعت دیگه وقت شد. یه مقدار طول کشید و اینه که شما هم حواستون باشه اگر رو آنلاین هست داکیومنتاتون میخونم همه رو سیف کنید داخل گوشیتون که این مشکل برای شما پیش نیاد. البته این تنها فرودگاهیه که وایفای بحرین هم همینجوری بود، وایفای رو یک ساعت بیشتر نمیده و در صورت دیگه حالا رد شدیم و حالا میریم برای سوار شدن. البته دو ساعت دیگه همچنان تا بریم ببینیم شما چه خبره. فعلا